سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. یکی از مهمترین خبرهایی که شما در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی شنیدین، یعنی خبر مطرح شده، رسانه‌ها بهش پرداختن، دولت آقای روحانی اومده تکذیب کرده یا به نوعی مسکوت گذاشته و افکار عمومی در جامعه ایران با یک حاله ای از ابهام پیرامونش روبرو بوده، بحث مذاکره با عربستان. برای اولین بار اگر اشتباه نکنم این قضیه در 20 فروردین ماه مطرح میشه در رسانه‌ها و به این پرداخته میشه که ایران و عربستان دیالوگ‌هایی رو با هم دیگه داشتن. دولت آقای روحانی البته این مسئله رو مسکوت می‌گذاره. من قبل از اینکه بحث امشب رو شما ارائه بدم می‌خوام به یک نکته اشاره بکنم. ما در ماه‌های پایانی دولت آقای روحانی هستیم. رفتار این دولت در طول این سال‌ها به شیوهی بوده که جامعه نسبت به حاکمیت خودش بی‌اعتماد شده. یعنی بخشی از جامعه بر این باوره که حاکمیت باش راست نیست. حاکمیت بهش راست نمیگه. حاکمیت نکاتی رو میگه که اون نکات مبتنی بر واقعیت نیست. بخش اعظمی از این نگاه هم در ذهن جامعه شکل گرفته بخاطر رفتاری که دولت آقای روحانی داشته. رسانه‌ها شده، مقامات عربستان در روزهای گذشته اومدن تاییدش کردن. خبری که من خودم برای شما بخونم برای 17 اردیبهشت‌ماه هست. در تاریخ 17 اردیبهشت‌ماه مقامات عربستان رسما اومدن اعلام کردن که با ایران گفتگوهایی رو داشتن. دولت آقای روحانی هنوز با مردم راست نیست و فکر می‌کنم که آخرین ضربه‌ای که میشه به اعتماد یک جامعه زد اینه که یک دولتی در پایان دوره خودش بیاد بیش از پیش این رو تاکید بکنه که ما با مردم خودمون راست نیستیم. امیدوارم که یک فکر اساسی آقایون برای این قضیه بکنن و به نوعی حداقل در این یک مورد به این وضعیت خاتمه بدن. بریم گزارشی که منتشر شده درباره ارتباط ایران و عربستان بر اساس ادعاهای مقامات عربستان رو هم بررسی بکنیم. اخیراً یکی از مقامات وزارت امور خارجه عربستان مصاحبه داشته با رویترز. این شخص رئیس برنامه‌ریزی سیاست‌های وزارت خارجه عربستان هست. اومده گفته که ایران و عربستان گفتگوهایی رو هم در عراق داشتن و اینکه فعلا بخوایم قضاوت بکنیم که این دیدارها مثبت بوده یا منفی خیلی زوده، به خاطر اینکه ریاض به دنبال مشاهده اقدامات قابل بررسی از سوی ایران هست و این مقام سعودی اومده به نوعی گفتگوی مستقیم با ایران رو تایید کرده. این در حالی هست که رئیس جمهور عراق هم روز چهارشنبه یک مصاحبه داشته با اندیشکده بیروت. این شخص هم در اندیشکده بیروت اومده تاکید کرده، گفته ایران و عربستان بیش از یک بار در عراق با هم دیگه گفتگو داشتن. همه اینها نشون میده که آن سوی میدان یک خبرهایی هست. یعنی درستی که دولت آقای روحانی این قضیه رو بهش نمیپردازه، ولی آن سوی میدان اظهار نظرهایی داره مطرح میشه که این اظهار نظرها نشون میده که گفتگوی بین اینها و دولت آقای روحانی بوده. اما این گفتگوها چرا داره انجام میشه؟ من برای اینکه پاسخ رو با هم بررسی بکنیم، هرچند میدونم من و شما اشراف داریم به اون چیزی که پاسخ واضح این قضیه هست، ولی میخوام ماجرا رو از روی گزارش اندیشکده فارن پالیسی رو هم بررسی بکنیم. این نشریه آمریکایی یک گزارش منتشر کرده به قلم ترتو پارسی. فکر میکنم این شخص رو میشناسید، نیازی نیست پیرامونش بیشتر توضیح بدم و میخوایم بررسی بکنیم ببینیم اونهایی که در مقابل ما تعریف میشن درباره چرخش عربستان به سمت ایران چه حرفایی رو مطرح میکنن و علت این قضیه رو چی میدونن. ببینید دوستان، همه اون چیزهایی که اینا به عنوان علت ماجرا دارن به مخاطبین خودشون ارائه میدن دقیقاً همون حرفایی هست که ما از ماهای قبل گفتیم. یعنی اینا رفتن بررسی کردن، ماها وقت گذاشتن، تازه دارن میرسن به چیزی که ما گفتیم. و نکته اولی که ما روش اشاره کردیم اینه، گفته یکی از مهمترین دلایل اینه که عربستان فهمیده که آمریکا داره تمرکز خودش از خاورمیانه برمی‌داره. آمریکا داره از عراق خارج میشه، داره از افغانستان خارج میشه و در چنین شرایطی سعودی‌ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن میفهمن که با یک قدرتی به نام ایران در منطقه خاورمیانه دارن تنها میمونن. در چنین شرایطی دو تا حالت وجود داره، تو یا باید در مقابل این قدرت بیسی که طبیعتاً اگر چیزی باشه به نام عربستان همچین حرفی برات شبیه به کاریکاتوره و چنین توانی نداری، پس نمیتونی از تقابل با این قدرت حرف بزنی. یه راهکار دیگه هم داری، اون راهکار اینه که بیا در مقابل این قدرت زانو بزنی و به نوعی مشکلات خودت رو حل بکنی. نکته دوم که این گزارش ما داشت اشاره کرده اینه، گفته که در حال حاضر عربستان داره حرفایی رو میزنه و بن سلمان اومده اظهار نظرهایی رو مطرح کرده که این اظهار نظرها دلجویانه به نظر میرسه. بعد گفته که این اظهار نظرها داره مطرح میشه چون در راستای گفتگوی محرمانه میان ایران و عربستان، نه میگه گفتگوهای محرمانه میان ایران و همسایگان عربش در عراق است. حالا باید بریم بررسی کنیم آیا گفتگوهایی با امارات هم بوده یا نه. بعد میگه که بن سلمان داره این کارها رو انجام میده به خاطر اینکه گفتگوها بین ایران و همسایه‌هاش داره انجام میشه و بن سلمان به این گفتگوها برای کاهش تنش و پایان دادن به جنگ یمن نیاز داره. دقت کردین چی شد؟ آمریکا رسما پیچیده به بازی. اینا دیگه از فرض چیزی به نام آمریکا رو کنار خودشون ندارن. در کنار آمریکایی که داره میره، اینا یک بحران واقعی در یمن دارن. راهکاری وجود نداره جز دیالوگ با ایران. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید. یک گزارش دیگه در همین خصوص خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرده. این خبرگزاری در گزارش خودش گفته که این اقدامات داره از سوی عربستان در حالی رخ میده که از نظر همه یک عقب نشینی واقعی در مقابل ایران هست و سعودی ها در برابر لفاظی هایی که در مقابل ایران داشتن اومدن عقب نشینی کردن و این در شرایطی که اینها حامیان آشکار جنگ اقتصادی دونالد ترامپ با ایران بودن. حالا چرا این کارو کردن؟ این از زاویه نگاه خوش به یک نکته اشاره میکنه. میگه که رئیس جمهور جدید آمریکا اومده
اعلام کرده که ما چک سفید امضا به عربستان نمیدیم و در جنگ با یمن از عربستان حمایت نمی‌کنیم از اقداماتی که عربستان در انجام میده. نکته جالب اینجاست، این اندیشکده گفته که این چیزی که ما شاهدش هستیم ترجمه دیگه‌اش میتونه این باشه که سعودی داره خودش رو با رئیس جمهور جدید آمریکا تطبیق میده. دقت کردین چی شد؟ یه بار بذارید فضا رو براتون ترسیم بکنم. میگه یه رئیس جمهور جدید در آمریکا اومده سر کار، این رئیس جمهور جدیده گفته من تصمیم گرفتم که از فردا سیاست خارجیم تغییر بکنه و حالا چون این رئیس جمهور جدیده تصمیم گرفته که سیاست خارجی آمریکا از این بعد تغییر بکنه، عربستان اومده سیاست خارجی خودش رو از اون ادبیات که من جنگ رو به داخل کشور ایران میکشانم آورده به این سمت که من حاضرم بیام بشینم با ایرانی ها دیالوگ بکنم. دقت کردین چی شد؟ یعنی از یک زاویه اگر بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم، ما رسما با یک استان جدید در منطقه طرفیم که این یکی از استانهای آمریکا سر منطقه خاورمیانه اسمش عربستان. استقلال از خودش نداره. یه روز میاد تصمیم میگیره در مقابل ایران تروریست و تکفیری بفرسته به عراق، عراق رو ناامن بکنه. یک روز دیگه میاد تصمیم میگیره که جنگ اقتصادی با ایران رو شروع بکنه. یه روز دیگه هم در مقابل همه این روزها، چون رئیس جمهور جدید آمریکا تمایلی به این قضیه نداره، تصمیم میگیره که بیاد در مقابل ایران زانو بزنه و با ایران دیالوگ کنه. نکته جالبش فضا سازی هست که انجام دادن. یادتون هست وقتی بایدن در آمریکا روی کار اومد چیکار کردن؟ در حوزه رسانه اول تاکید کردن که بایدن در عربستان به نوعی با ملک سلمان کاری نداره، ولی از دست بن سلمان عصبانیه. بعد اومدن پرونده خاشقچی رو مطرح کردن، گفتن یه پرونده بوده به نام خاشقچی، آمریکا میخواد اینو بررسی بکنه و از نظر آمریکا بن سلمان تو این متهمه. بعد از پرونده خاشقچی اونها یه کار دیگه کردن، پاشون رو فراتر گذاشتن، اعلام کردن که آمریکا تمایلی برای حمایت از عربستان نداره. بعد یه مقدار ماجرا رو پیچیده‌تر کردن، یه خبر در حوزه رسانه‌ای در فضای غیر رسمی منتشر کردن، اعلام کردن که اگر نیاز باشه آمریکا داره به این فکر می‌کنه که با کمک شاهزاده‌های دیگه بیاد کودتا انجام بده علیه بن سلمان. اون چیزی که روی میز اتفاق افتاد چی بود؟ دقت بکنید، بن سلمان تغییر رفتار داد، فضاسازی رسانه‌ای انجام دادن برای اینکه یک فضا به وجود بیارن که در اون آینده عربستان کاملا مبهم به نظر میسه. بن سلمان تغییر رفتار داد، در مقابلش یک فاجعه‌ای به نام یمن رو هم میدید که این فاجعه داره براش بحران آفرین میشه و برای اینکه بحرانی تر نشه اوضاعش، مجبور هست به خاطرش بیاد در مقابل ایران بایسته و از ایران بخواد که مذاکرات منطقه‌ای رو با این رژیم شروع کنه. اون کسی که در حال حاضر نیاز داره به این گفتگوها عربستان هست، اون کسی که در حال حاضر سود میبره از این گفتگوها آمریکا هست و اون کسی که ممکن هست در حال حاضر در این بازه زمانی از این گفتگوها آسیب ببینه، کشوری هست که منطقه رو داره، موشک‌های خودش رو هم داره، اما نیاز دارن برای اینکه از طریق چیزی تحت عنوان برجام منطقه‌ای اون رو به سمت یک خلع سلاح هدایت بکنن. اگر اجازه بدید من این ویدیو رو همینجا متوقف می‌کنم. امیدوارم اون چیزی که در یمن داره رخ میده با خوبی پیش بره و امیدوارم که به زودی با یک خبر خیلی خوشحال کننده از یمن یک شبنامه به شما دوستان عزیز ارائه بدم و همچنین امیدوارم اون داشته‌هایی که در حوزه میدان داریم رو با بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های بعضی‌ها الکی الکی از دست ندیم. اگر اجازه بدید در انتهای شبنامه امشب چند تا از پیام‌های شما رو می‌خوام بخونم. این پیامی که شما می‌خونن پیامی هست که دوستان من در اینستاگرام ذیل شبنامه شب گذشته ارسال کردن. یکی از دوستان نوشته که دمت گرم داداش، زیاد کامنت نمیذارم ولی تمام تحلیل‌هات رو می‌بینم یا گوش می‌کنم. می‌دونم واسه یه تحلیل خوب نکته سنجی در نظر گرفتن همه جوانب و نشانه‌ها و همچنین مسلط بودن بر اطلاعات و اخبار منطقه و دنیا بسیار مهمه و همچنین زمان‌بر. اصلا ما نزدیک شدن به ایام حساس انتخابات و اتفاقات پی در پی، ترافیک تحلیل هم زیاده، واقعا خسته نباشید. سلام و عرض ادب. چون اولین بار بود برای ما کامنت می‌ذاشتین، طبق اون چیزی که در پیامتون گفته بودین، بسیار برام مهم بود که پیامتون رو بخونم. آقا دمتون گرم، انرژی ما و انگیزه ما به لطف رفقای مثل شما هست که شاید پیام نگذارن ولی میدونیم در کنار ما هستن و میدونیم که دارن از ما حمایت میکنن. یکی دیگه از رفقا نوشته که آقای تلیه، شبنامه ها رو در اپلیکیشن ایرانی هورسا بارگذاری میکنم. آقا دمتون گرم، خیلی از رفقا دارن منتشر میکنن. من شنیدم که در واتساپ هم اومدن گروهایی رو راه انداختن به همین نام، داره شبنامه ها رو منتشر میکنن. و یه چیزم یادآوری بکنم، بعضی دوستان پرسیدن که این کسانی که در اپلیکیشن های دیگه دارن این شبنامه رو بارگذاری میکنن و محتواها رو بارگذاری میکنن، وابسته هستن به شما یا نه؟ وابسته از این جهت که رفقای ما هستن و دنبال کننده ما هستن، بله. وابسته از این جهت که از ما خط میگیرن و ما براشون کار تعریف میکنیم، خیر، وابسته نیستن. یه کاری هست که خودجوش داره اتفاق میفته، ما هم جا داره که به شدت بابتش از شما و همه رفقا تشکر بکنیم. دوستان عزیز، منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم. شبتون بخیر.